سلام، من مشتبه هدرفنام، کارتونیست و تصویرگر. البته این تصویری که داری میبینین آرشیو اول قرنطینه کچل کردم. این دوتا میزم محل کارمه که تقریبا روش دارم تا از کار سفارشی رو پیش میبرم و بعدش قسمت جذاب روزم شروع میشه که دنیای شخصی خودمه. توی این زمانی که برای خودم وقت میذارم بهترین موقع است برای اجرای ایده‌هایی که بین کارام به ذهنم رسیده. سعی میکنم ایده‌هایی که به ذهنم میرسه رو توی دفتر ایده‌هام بنویسم یا یه اتود کوچولو بزنم و بعد یه اتود کامل‌تری از اون ایده‌ام اجرا کنم که بعداً اگه خواستم اونو بسازم یا دوباره اجراش کنم یا رنگش کنم جزئیاتش برام مشخص باشه. توی این کارهای شخصی و زمانی که برای خودمون میذاریم به یه چیزای باحالی میرسیم که بعداً میتونیم اینا رو توی بقیه کارامون یا حتی کارهای سفارشی استفادهشون کنیم. تو کارهای سفارشی خب سفارش دهنده داریم و یه مقداری محدودیم توی کار، ولی خب تو زمانی که برای خودمون وقت میذاریم کسی بالا سرمون نیست که ایراد بگیره، کسی نیست که محدودمون کنه و کلاً دستمون بازه دیگه برای آزمون خطا کردن و تجربه های باحال. تو این دورانی که وقت بیشتری داشتیم خب منم تونستم به خیلی از کارام برسم، مثلا پوست تخم‌مرغایی که چند سال پیش داخلشون گچ ریخته بودم و بالاخره تونستم رنگشون کنم، یا توی دفتر کلاژم کار کنم که اینجوری توش کار میکنم، دوتا تصویر رو میبرم و میذارم کنار همدیگه و به این فکر میکنم که چطور اینا رو به هم ربط بدم و بعد به چسبونمشون. برعکس توی دفتر ایده‌هام اینجوری سیستمش که یه موضوع انتخاب میکنم، بهش فکر میکنم، مطالعه میکنم، فیلم میبینم، در موردش تحقیق میکنم، نمیدونم کلی منبع و اینا میگردم پیدا میکنم تا یه ایده رو هی پخته کنم. ولی برعکس توی دفتر کلاژ خیلی راحت‌تر میگیرم و اصلا به مغزم فشار نمیارم. دوتا تصویر رو میبرم و بهش فکر میکنم خیلی کوتاه که چطور اینا رو کنار هم دیگه بذارم که جالب باشه و بیشتر شبیه یه بازیه. اگر شما هم مثل من ذهنتون درگیر ایده پردازی و ایده هست، به نظرم خوبه که همه هنرها رو نسبتاً یاد بگیریم و تجربه کنیم تا هر ایده ای اومد تو ذهنمون تو هر زمینه‌ای بتونیم اون رو راحت‌تر اجراش کنیم. مرسی، دمتون گرم، خدافظ. فرخنده مبارک، مبارک به ایرانی جماعت، مبارک سرشون بشه سلام.